بینندگان محترم، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دادگاه کیفری مرکزی عراق یک تبعه عراقی را که ماهانه 40,000 دلار به گروه سنی های تندروی داعش کمک مالی می کرد به حبس ابد محکوم کرد. این فرد از طریق فعالیت های تجاری جعلی به تأمین مالی تروریسم پرداخته و مبالغ مذکور را به داعش منتقل می کرده است. شورای قضایی عراق اعلام کرده که این حکم با استناد به مواد قانونی مبارزه با پولشویی و قانون مجازات ها صادر شده است. این حکم بخشی از تلاش های عراق برای مقابله با تأمین مالی تروریسم در کشور است. گردشگران مسلمان از رستوران های حلال در کیوتو که غذاهای معروف ژاپنی را با مواد حلال تهیه می کنند استقبال زیادی کردند. یک رستوران تازه افتتاح شده در منطقه شیجو کاواراماچی مجهز به نمازخانه، فضای آرام برای مسافران مسلمان فراهم کرده است. این مکان به نیازهای گردشگرانی پاسخ می‌دهد که با چالش یافتن غذاهای حلال در ژاپن مواجه هستند. طبق گزارش سازمان ملی گردشگری ژاپن، در سال گذشته حدود 1,000,000 گردشگر از کشورهای مسلمان نشین مانند اندونزی به ژاپن سفر کردند. بر اساس گزارش یونیسف، 60% از کودکان پاکستانی تا سن 5 سالگی سرشماری و ثبت نمی شوند. حدود 60,000,000 کودک در این کشور ثبت رسمی نشده اند که مشکلاتی مانند محدودیت دسترسی به آموزش، بهداشت و افزایش خطر کار کودکان و ازدواج زود هنگام را به همراه دارند. دلایل اصلی این وضعیت طولانی بودن پروسه ثبت و هزینه های بالای آن است. پاکستان اکنون دارای بالاترین تعداد کودکان ثبت نشده در جهان است. فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تا پایان سال جاری 2,000,000 مهاجر فاقد مدرک از ایران اخراج خواهند شد. احمد رضا رادان به مهاجران غیرقانونی مهلت داده تا پایان سال به کشورهای خود بازگردند. بر اساس آمارهای رسمی 90% مهاجران خارجی در ایران را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند که بیشتر آنها بدون مدارک معتبر در این کشور اقامت دارند. این تصمیم بخشی از تلاش‌های دولت ایران برای مدیریت ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال گذشته 0.3979 افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش نابرابری اقتصادی است. بر اساس این آمار 20% از جمعیت با بالاترین درآمد 47.5% از کل درآمدهای کشور را به خود اختصاص دادند. در مقابل 20% از جمعیت با کمترین درآمد تنها 59% از درآمدها را در اختیار دارند. این شکاف درآمدی وسیع نشان دهنده تمرکز ثروت در میان اقشار بالای جامعه و افزایش نابرابری های اقتصادی است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در پایان سال 1402 حدود 26% از جوانان 15 تا 24 سال نه در حال تحصیل بودند و نه به دنبال شغل یا مهارت آموزی. از جمعیت 2.8 میلیون نفری جوانان بدون فعالیت، 928,000 نفر مرد و 1,895,000 نفر زن هستند. این وضعیت نشان دهنده چالشی جدی در زمینه اشتغال و آموزش جوانان کشور است که می تواند تأثیرات اجتماعی و اقتصادی بلند مدتی داشته باشد. مطالعات جدید نشان می دهد که تغییرات آب و هوایی به افزایش خشونت علیه زنان کمک می کند. محققان رابطه نگران کننده بین شوک‌های آب و هوایی مانند طوفان و سیل با افزایش خشونت‌ها شناسایی کردند.
استرس، ناامنی غذایی و ناکافی بودن سرپناه‌های امدادی در بلایای طبیعی از عوامل اصلی تشدید این مسئله هستند. این نتایج تأکید می‌کنند که بحران‌های اقلیمی علاوه بر تخریب محیط زیست، پیامدهای اجتماعی و انسانی جدی مانند افزایش خشونت علیه زنان به همراه دارد. صندوق بین المللی پول IMF، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی WHO بر سر یک استراتژی مشترک برای تقویت آمادگی در برابر همه‌گیری ها توافق کردند. این همکاری به کشورها اجازه می‌دهد با کمک مالی IMF، حمایت فنی بانک جهانی و کمک‌های فیزیکی WHO تهدیدات همه‌گیری را شناسایی و مدیریت کنند. تدروس آداهوم، مدیر کل WHO، تأکید کرد که همه‌گیری کووید 19 نیاز به منابع مالی جدیدی برای تقویت سیستم‌های بهداشتی و آمادگی بهتر در برابر بحران‌های آینده را برجسته کرده است.